ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری پگاه، پیام آور سلامتی و نشاط. رو به هدیه است و خوشم می و و بهتری در بین همه کنون جادو یا چیز دیگری. با شماستیم دوست عزیز. کچولو را هم داخل روغن اضافه کردیم. آیسته آیسته سرخ میشه و چپس هم از قسمت پایین دیگه خود بلند ساخته، یعنی خود پخته ساخته، کمه که رنگش تغییر بده و باید که آماده شده. و حالا نوبت گوشت است. گوشتی که ما میخواییم به شکل خوبی باید که آمادهش کنیم و یک دانه پنیر گرفته در قسمت داخل از انداخته و از چهار طرف پس بستش میکنیم. این شد به شکل. به این شکل همه آماده میسازیم. اول همیشه این قسمت آماده میکنیم و بعدش داخل تخم مرغ و سوخاری اضافهش میکنیم. داخل روغن سرخ میشه، خلاص ایست که آماده میشه و پنیر هم به شکل داخلش جا به جای میکنیم. از چهار طرف پس دوباره کمی بستش میکنیم، جداش میکنیم در دست ما، کمی که کلولش میکنیم. از این وسیله ما به خاطر استفاده میکنیم که همش به یک اندازه باشه. اگر شما زیاد خانه داشتی خوب خوب، مگر نداشتی باز هم میتونی که آماده بسازی. خب کچولو هم آماده شده، یک رنگ خوبی رو برای خود گرفته، با شکل خوب درستش آماده هم شده، ولی کمک رنگ دیگهشان باید تغییر بده. به شکل باز هم پنیر قسمت وسط، چهار طرفش پس دوباره هم را با گوشت بسته میکنیم. به این شکل هر قدر گوشتی که باشه ما میتونیم که آمادهش کنیم. وقتی ما این گوشت داخل تخم مرغ اضافه میکنیم و بعدش هم داخل سوخاری و داخل روغن سرخ میکنیم، با همینطور گرم گرم اگر استفاده کنیم پنیر پیزا در قسمت داخل آب شده و یک مزه بسیار خوبی می داشته باشه. خب باز هم پنیر چهار طرف بسته، یک قسمت میمونیم و باز هم داخلی چای اسکیم پر میکنیم و پنیر میگذاریم و باز هم یک کمی که قسمت میشه بسته میکنیم. خب در کنار از سالاد هم هست، سالاد هم باید داشته باشیم، یک سالاد بسیار خوشمزه که ما میتونیم خوبتر آمادهش کنیم. همینجا میمونیم. کچولو آماده شده، یک رنگ بسیار خوبی را برای خود گرفته، خوشمزه هم است و حالا داخل این کاغذ اضافهش میکنیم تا مکمل روغنش جذب کنه کاغذ.
روغن حرارتش کم میکنیم تا وقتی که مایر آمدن ساختیم. باید که حرارتش کم شد تا ما بتونیم خوب تر به شکل داخلش پر کنیم. سالاتی که آماده میسازیم بسیار یک سالات ساده و آسانی است که ما میتونیم با بسیار آسانی آمادهش کنیم. صرف یک کمه که میده میده میکنیم، نازک نازک جا آمادهش میکنیم و بعدش سرخش میکنیم. ما خوب می اندازه جور میکنم، بس از باقی مادهش هم کارایم خودشان جور کنن تا یاد بگیرن. خب تا این قسمت همه موادش شما دید که به چی شکل آماده ساختیم و روغن هم کاملا داغ داغ است. یک دانه بشقاب ضرورت داریم، این قسمت میگذاریمش و قاشق هم ضرورت داریم. گفته که آماده ساختیم داخل تخم مرغ اضافه میکنیم، هر چهار طرفش همراه با تخم مرغ به شکل مخلوط میکنیم و دوباره گفته به شکل داخل آرد سخاری اضافه میکنیم، کمکی فشار میتیم تا مکمل چهار طرفش سخاری رو به خود جذب کنه. به شکل به شکل همیشه آماده میسازیم. و یوم سیومش به میشکل هر قدری که باشه آماده میسازیم. داخل گوشت که آماده ساختیم مویی آماده شده بود، پخته شده بود، پیش از پیش آماده شده پخته و تیار میباشه. سمارق هم آماده شده نرم است، جواری نرم شده میباشه. در این مویی که امروز آماده میسازیم هیچ کدام موادش خام نیست که قسمت داخلش خامنه ها. یک چیزی است که پنیر خام است، ما استفاده کرده میتونیم از او پنیر خام، چرا که وقتی قسمت داخلش حرارت میداشته باشه و با حرارت روغنی که آماده میشه پنیر خود آب میکنه، وقتی استفاده میکنیم یک مزه بسیار خوب و خوشمزه میباشه. اگر شما وقت دارید میتونی که به می شکل سخاری گوشت بزنی و به می شکل این بشقاب که داخلش این کوفتگک های سخاری دار است یا را همیشه داخل یخچال بانی برای 15 دقیقه داخل یخدان و بعدش پختش کنی، به شکل خوبی آماده میشه. اصلا هیچ دانه دانه نمیشه، پاش پاش نمیشه، دانه های سخاریش خود جدا نمیکنه و اگر داخل یخچال هم نمیمانه باید که به این شکل یک چند خمانده شده تا خوبتر بتانی را پخته کنه و سرخ کنه. خب دو دانه دیگه ایش مانده، یک دانه دیگه مانده که ایرام جور کنیم خلاص میشه. یا میجا اضافه میکنیم تا تخم مرغ به خود جذب کنه و آرد سخاری این قسمت کنار نگاش میمونیم و این هم آرد سخاری به خود جذب کرد، این قسمت میمونیم، این هم آرد سخاری که اضافه من. بعدا هم میتونیم از این استفاده کنیم، حالا داخل یخچال باید بگذاریمش. قسمت مواد دیگه هم هست، این قسمت میگذاریم تا باقی مانده شب بعد از برنامه همراه با همکارای ما آماده بسازیم. خب
همهش آماده شد. روغن هم داغ است و یک وقفه کوتاه میگیریم. برمیگردیم باز هم با ما.